ایران سرزمینی منحصر به فرد با تمدنی به وسعت تاریخ که هر گوشه ای از آن هزاران داستان برای گفتن دارد. سلام همراهان گرامی، هر روزتون بخیر. امیدوارم روزهایی پر از شادی و سلامتی داشته باشین. از اینکه این کانال رو برای تماشای انتخاب کردین از شما ممنونم. با یه ویدیو از سری ویدیوهای شهر زیبای شیراز در خدمت شما هستیم و در اولین دیدارمون از این شهر زیبا به زیارت مقبره حافظ شیرازی میریم. امیدوارم بتونم لحظات خوبی رو با تماشای این ویدیو براتون فراهم کنم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. حافظیه یا آرامگاه حافظ، محل خاکسپاری حافظ شیرازی در شهر شیراز هست. این بنا به فرمان رضا شاه و بر پایه طرحی از آندره گودار طراحی و بازسازی شد. مقبره حافظ در جنوب دروازه قرآن در حاشیه شمالی شهر شیراز واقع شده است. حافظ شیرازی مشهور به لسان الغیب، متخلص به حافظ، شاعر فارسی گوی ایرانی بود. بیشتر شعرهای حافظ غزل هست. حافظ رو از مهمترین اثرگذاران بر شاعران فارسی زبان پس از خود می شناسند. در سده‌های 18 و 19 میلادی اشعار او به زبان‌های اروپایی نیز ترجمه شد و نامش به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. یکی از ویژگی‌های معماری این مجموعه غلبه فضا بر جسم ساختمان هست. سقف گنبد شبیه کلاه درویشان طراحی شد که وارستگیشون از سوی حافظ ستوده شده است. گزینش مس به جای فلزات گرانبها برای پوشش سقف نشان از برگرفتن دل از وابستگی‌ها و دلبستگی‌های دنیایی و مادی است که به مرور زنگار می‌گیرد. نمای داخلی گنبد طرحی از گنبد میناست. 8 ستون نگاه دارنده گنبد نیز نشانی از سده روزگار حافظ دارد و عدد 20 ستون در معماری ایوان نیز احتمالاً اشاره به سده احیای حافظیه یعنی سده 20 میلادی دارد. به کارگیری 4 ستون کریم خانی و سنگ قبر قدیمی و عناصر معماری زندیه در طرح جدید نشان دهنده دلبستگی و توجه گودار به معماری و روزگار حکومت زندیه است. بنای فعلی حافظیه به سبک دوره کریم خان زند است که آن هم آغاز دوره دوم شیوه اصفهانی است. در این شیوه طرح‌ها ساده می‌شوند و بیشتر فضاها 4 گوش هستند. شماری از افراد سرشناس، شاعران، اندیشمندان، دانشمندان و دیگر افراد برجسته شیراز نیز در کنار آرامگاه حافظ به خاک سپرده شدند. بخش جنوبی حافظیه باغ ورودی است که دارای درختان نارنج، دو باغ بزرگ گل، پیاده‌روها و یک جوی هست. در وسط هر باغ یک حوضه بزرگ مستطیل شکل قرار دارد. ایوان 20 ستونی حافظیه رو به دو بخش شمالی به مساحت 3000 متر مربع و جنوبی به مساحت 12000 متر مربع تقسیم می کند. مقبره حافظ در بخش شمالی واقع شده است.
آرامگاه حافظ در تاریخ 18 آذر سال 54 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. باغ ارم یک باغ ایرانی تاریخی در شهر شیراز هست و شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاهشناسی می شود. تاریخ ساخت و بنیانگذار اولیه باغ ارم به درستی مشخص نیست، ولی توصیف‌هایی از آن در سفرنامه‌های متعلق به سده 10 و 11 هجری آمده است. این باغ در روزگار سلجوقیان و آل اینجو پابرجا بوده است. هرچند هیچ اطلاعاتی راجع به آن وجود ندارد، به غیر از یکی از غزلیات حافظ که از روی آن می‌توان فهمید آل اینجو اختیار این باغ رو داشتند. عمارت وسط هسته مرکزی این باغ محسوب می شود. این ساختمان در زمان قاجاریه و با تقلید از سبک معماری زندیه ساخته شده است. این عمارت از نظر معماری، نقاشی، کاشیکاری و گچبری از شاهکارهای معماری زمان قاجار است. این عمارت از 3 طبقه با تزئینات فراوان ساخته شده است. اتاق‌های طبقه زیرین که تقریباً زیر زمین هستند، محلی است برای استراحت در روزهای گرم تابستان. تزئینات این اتاق‌ها کاشیکاری‌های رنگین است. 2 طبقه بالایی دارای ستون‌هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده است. این بنا بیش از 70 سال به خانهای قشقایی تعلق داشته است که در دوران پهلوی مصادره شده است. جالبترین قسمت باغ خیابانی است که از خاور به باختر در وسط باغ احداث و در 2 سوی آن درختان سرب کاشتند و زیبایی خاصی را داراست. در میان درختان سرب خیابان سرب بلند قامتی است که از دور جلب توجه می کند و به علت موزون بودن آن را سرب ناز می نامند. صحن باغ رو درختان زینتی سرو، نارنج و انواع گلهای تزئینی پوشانده است.
واقعه رم به وسیله دولت وقت پهلوی و کمک‌های مادی شاهنشاه و شهبانو خریداری و تعمیر و بعد به دانشگاه شیراز اهدا شده است. در تاریخ 6 تیر ماه سال 1390 باغ ارم به همراه 8 باغ دیگر ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. باغ عفیف آباد یا گلشن از آثار تاریخی شهر شیراز هست. این باغ در محله عفیف آباد در بلوار ستارخان شیراز جای گرفته است. همکنون در اختیار ارتش قرار دارد و یکی از بزرگترین موزه های ارتش خاورمیانه در آن وجود دارد. این باغ از املاک شخصی یعقوب خان ذوالقدر حاکم فارس در زمان صفویه بوده. باغ عفیف آباد نمونه کاملی از هنر گلکاری ایرانی هست. سازنده عمارت باغ میرزا علی محمد خان قوام الملک دوم هست که در سال 1284 هجری قمری آن را احداث نمود. باغ عفیف آباد در یکی از مناطق اعیان نشین شیراز جای گرفته. این مجموعه که در سال 1863 ساخته شده شامل یک کاخ سلطنتی، موزه سلاح‌های قدیمی و یک باغ ایرانی است که همگی برای بازدید همگانی فراهم هستند. این مجموعه در سال 1351 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در این موزه مجموعی از سلاح‌های سرد و گرم، خودکار و نیمه خودکار، انواع شمشیر، زره، نیزه، کلاهخود، سپر، انواع تفنگ‌های سرپر و انواع مسلسل نگهداری می‌شود. از سلاح‌های با ارزش در این موزه می‌توان به تفنگ‌های شخصی فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه و همچنین اسلحه های نهضت جنگل و مسلسل آبنباری رئیس علی دلواری اشاره نمود. ساختمان کاخ دارای دو طبقه هست که در آن نزدیک به 30 اتاق وجود دارد. طبقه دوم راهروی بلندی دارد که در دو سوی آن اتاق‌های تو در تو جای گرفته است. در مرکز این طبقه تالاری بزرگ و باشکوه وجود دارد. سقف تالار چوبی است و به نقش‌های گل و بوته، شکارگاه و بزم و شادی آراسته شده است.
باغ عفیف‌آباد با وسعتی حدود 127 هزار متر مربع از زیباترین باغ‌های تاریخی شهر شیراز است. این باغ در دوره صفویه از املاک شخصی حاکم فارس بود و از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان بود. در زمان قاجاریه میرزا علی خان قوام این باغ را خریداری و اقدام به نوسازی باغ و درختان میکنه و عمارتی زیبا و آراسته در آن بنا نموده است. در اواخر دوران قاجار این باغ به دست عفیف خانم خواهرزاده بانی باغ میرسه. وی در این باغ دگرگونی و بهسازی گستردهی پدید میاره و به همین جهت پس از آن این باغ به نام عفیف آباد معروف میشه. دوستان عزیز، امیدوارم تونسته باشم لحظات خوبی رو براتون فراهم کنم. تا سفرهای آینده، با امید دیدار.